به نام خدا. سلام میکنم به شما دانش آموز عزیز که فصل اول از کتاب ریاضی نهم رو شروع کردید. من محمد رضا مرادی هستم، دبیر ریاضیات دوره متوسطه، و امیدوارم که توی این فیلم آموزشی لحظات خوب و مفیدی رو باهاتون به اشتراک بذارم. این محصول با استفاده از آخرین تکنولوژی های آموزشی تهیه شده و متعلق به مؤسسه اندیشه سازان روشنگر هستش. محصولات دیگه‌ای در زمینه‌های درسی و فنی حرفه‌ای هم در سایت roshangar.ir موجود هست و میتونید از سایت تهیه بکنید. خب، فصل اول کتاب ریاضی نهم مربوط میشه به مجموعه ها. توی فصل اول ما 4 تا درس داریم. درس اول مربوط میشه به معرفی مجموعه که الان اینجا هستیم. درس دوم مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها، و درس سوم اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها، و بالاخره درس چهارم مجموعه ها و احتمال. خب به اتفاق وارد درس اول از این فصل میشیم، معرفی مجموعه. همونطور که میبینید اینجا اعداد 1 تا 15 نوشته شده و از بین اینها دور اعداد فرد خط کشیده شده. خب حالا اگه من بیام این عددا رو بنویسم اینجا، دورشون دو تا آکولات بذارم، یه اسمم براش انتخاب بکنم مثل آ، حالا هر اسمی میتونید بذارید، من آ میذارم، در این صورت یه مجموعه تشکیل دادم به همین سادگی. پس مجموعه اصلا چیز سختی نیست. یه سری شیء داریم، بعضی رو برمی‌داریم جدا می‌کنیم، می‌ذاریم بین دو تا آکولات، یه اسمم براش می‌ذاریم، میشه مجموعه. پس اگر مثلا عددهای فرد 1 تا 15 رو داخل دو تا آکولات قرار بدیم و اونو با حرفی مثل آ، ب یا هر حرف دیگه ای نامگذاری کنیم، یعنی مثل این کاری که اینجا انجام دادیم، در این صورت یه مجموعه تشکیل دادیم به همین سادگی. حالا شما عددهای زوج 1 تا 15 رو در یک منحنی بسته قرار بدید و اگه مجموعه تشکیل بدید، خب خیلی ساده، اینایی که باقی مونده همه اعداد زوجن دیگه، من اینا رو میام داخل یه منحنی قرار میدم، میذارم بین دو تا آکولات، یه اسمم براش انتخاب میکنم، اینم شد یه مجموعه. خیلی راحت، از این ساده تر دیگه چی میخواید بشه؟ حالا میگه عددهای اول 1 تا 15 رو به صورت یه مجموعه بنویسید و اسمشو بذارید سی. حالا اینجا شاید بعضی عدد اول رو فراموش کرده باشن، پس من اینجا یه ایستگاه یادآوری آماده کردم که میخوایم با هم دیگه یادآوری بکنیم که عدد اول چی بود. البته اگر عدد اول رو میدونید چیه، نیازی به یادآوری ندارید، میتونید این قسمت از فیلم رو بزنید جلو. اما اگه عدد اول یادتون رفته، خوب توجه کنید. عددهای مثل 5، 13، 7 که فقط دو تا شمارنده دارن، با اون دو شمارنده عدد 1 و خود اون عدده میگفتیم عدد اول. یعنی چی؟ مثلا ببینید عدد 5 چند تا میشه 5 تا؟ فقط میشه گفت 1 5 تا دیگه، غیر از این چیز دیگه ای نمیشه گفت که بشه 5 تا. پس این میشه یه عدد اول به همین سادگی. شمارنده هاش فقط 1 و خود اون عدد به همین سادگی. حالا مثلا 7، 7 هم یه عدد اوله، چون فقط میتونیم بگیم 1 7 تا. یا عددی مثل 13 فقط میشه گفت 1 13 تا. اینا که این ویژگی رو دارن بهشون میگیم عدد اول. اما عددی مثل 9، به غیر از 1 9 تا میتونیم بگیم 3 3 تا، این دیگه عدد اول نیست. یا عددی مثل 12، به غیر از 1 12 تا میشه گفت 3 4 تا یا 2 6 تا، عدد اول نیست. پس بعدی مثلا 4، به غیر از 1 4 تا میشه گفت 2 2 تا، پس اینم عدد اول نیست. به این جور عددا میگیم عدد مرکب. یه چیز دیگه هم در سالهای گذشته یاد گرفته بودیم، این که عدد 1 نه اول و نه مرکب. خب این یادآوری خیلی سریع از عدد اول. حالا بریم سراغ اون سوالی که میخواستیم حل کنیم. عددهای اول 1 تا 15 رو میخوایم به صورت یه مجموعه بنویسیم و اسمشو بذاریم سی. خب من عدده اول باید پیدا بکنم دیگه، گفتم 1 نه اول نه مرکبه، درسته؟ خب پس با یه کاری ندارم. 2 چی؟ بله 2 یه عدد اوله. چرا؟ چون فقط میشه گفت 1 2 تا، چیز دیگه ای نمیشه گفت. 3 هم اوله، فقط میشه گفت 1 3 تا. پس اگر اون چیزی که در مورد عدد اول گفتم توی یادآوری و شاید هم خودتون بلد بودید رو استفاده بکنیم، اعداد اولی که اینجا هستن اینا میشن، اسمش هم گذاشتیم سی به همین سادگی، یه مجموعه تشکیل شد دیگه. حالا میگه عددهای اول و زوج 1 تا 15 رو به صورت یه مجموعه بنویس و اسمشو بذار دی. خب ببینید این هم در سالهای گذشته یاد گرفتیم، تنها عدد زوجی که اوله عدد دوه، درسته؟ هیچ عدد زوجی نیست غیر از دو که اول باشه. پس من فقط دو رو میتونم بین دو تا آکولات بذارم، اسمشم میذارم دی. خب حالا گفته عددهای منفی 1 تا 15 رو به صورت یه مجموعه بنویس و اسمشو بذار ای.
خب آیا من 1 تا 15 عدد منفی میبینم؟ نه. پس من بین دو تا آکولاد هیچی نمیتونم بذارم. میشه یه آکولاد تو خالی، اسمشم حالا ای گذاشتم. اینجا یه نکته‌ای بهش برمیخوریم، این که مگه ما نمیگیم مجموعه؟ مجموعه ریشه کلمش جمعه دیگه، انگار چند نفر، چند تا، ولی این که یه دونه است، این که هیچی نیست، چرا به اینا میگیم مجموعه؟ اینجا تفاوت مجموعه‌ای که ما تو ریاضیات یاد میگیریم با اون مجموعه‌ای که شما از قبل میدونستید مشخص میشه. در ریاضیات ما مجموعه یک عضوی هم داریم مثل این، در ریاضیات مجموعه هیچ عضوی هم داریم مثل این که جلوتر بهش میگیم مجموعه توهی. پس اینم حتما بهش توجه داشته باشید، مجموعه تک عضوی و هیچ عضوی هم وجود داره در ریاضیات. خب حالا گفته سه عدد اول 1 تا 15 رو به صورت یه مجموعه بنویس و اسمشو بذار F. سه عدد اول 1 تا 15، خب من میام میگم آقا سه عدد اول 1 تا 15 2 3 5، اسمشم میذارم F. آیا درسته؟ آیا فقط همین جواب رو میشه داد؟ نه. یکی دیگه میاد میگه آقا من میگم F مساوی 2 5 7، اینم هر ستاش اول دیگه. یکی دیگه میاد میگه من میگم 3 7 13، اینم سه عدد اول از 1 تا 15 دیگه. یکی دیگه میاد میگه آقا F مساوی 7 11 13. پس من یه جواب نتونستم به این عبارت بدم، معلوم نیست جواب این عبارت چیه. به خاطر همین این عبارت اصلا مجموعه ای رو مشخص نمی کنه، مجموعه دیگه بهش نمیگن. پس اینجا میرسیم به نکته بعدی، عبارت های شبیه عبارت بالا که مشخص کننده یک مجموعه معین و یکتا نباشد مجموعه رو مشخص نمی کنه. به زبون ساده تر اگه فقط یه جور بشه به این عبارت جواب داد مجموعه است، اما اگه چند جور بشه جواب داد دیگه مجموعه نیست، مثل این که مجموعه نشد. خب برای اینکه این مطلب بیشتر جا بیفته یه تمرین رو با هم دیگه حل میکنیم. گفته شده عبارت هایی که مجموعه رو مشخص میکند، تیک بزنید. الف، عددهای اول یک رقمی. خب اگه یکی این سوالو بپرسه جواب ما چیه؟ عددهای اول یک رقمی چیان؟ همین الان تو یادآوری گفتم عددهای اول دیگه 2 3 5 7، درسته؟ اینا اعداد اول یک رقمی هستن، بین دو تا آکولاد هم قرار دادیم. آیا غیر از این جواب دیگه‌ای میتونیم بدیم به این عبارت؟ نه، فقط همین یه جواب دیگه. پس این مجموعه رو مشخص میکنه. گفتیم اگه چند تا جواب تونستیم بدیم مجموعه نیست، در غیر صورت مجموعه است. یا قسمت B میگه 4 عدد طبیعی فرد. خب اعداد طبیعی چیا بودن؟ از اسمش معلومه دیگه، اعدادی که تو طبیعت وجود داره. خب از 1 شروع میشه، 1 2 3 4، همینجوری ادامه داره. میگه 4 عدد طبیعی و فرد چیاست؟ 1 3 5 7، چون گفته چی؟ فرد. حالا من اینو میگم، یکی دیگه میاد میگه آقا 4 عدد طبیعی فرد، مثلا من میگم 9 11 13 15، یکی دیگه یه چیز دیگه میگه. پس ما یه جواب نمیتونیم به این عبارت بدیم، پس این مجموعه رو مشخص نمیکنه. قسمت پ میگه 3 عدد طبیعی فرد کمتر از 6. خب عدد طبیعی فرد باشه، از 6 هم کمتر باشه، میام میگم 1 3 5، درسته؟ همین یه جواب رو تونستم بدم دیگه، 3 تاست، همشون طبیعی هن، فردن، از 6 هم کمترن. غیر از این کسی دیگه میتونه بیاد یه جواب دیگه به این عبارت بده؟ نه. پس این یه مجموعه ای رو تشکیل میده و تیکش میخوره، فقط یه جواب تونستیم بهش بدیم. قسمت ت میگه 4 عدد فرد متوالی. خب مثلا من میام میگم 1 3 5 7، این یه جواب. یکی دیگه میاد میگه 7 9 11 13، یه جواب نتونستیم بهش بدیم، پس این مجموعه رو مشخص نمیکنه. قسمت 3، 3 عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از 2. دقت کن، طبیعی باشه، زوج باشه، متوالی یعنی چه؟ یعنی پشت سر هم، پشت سر هم باشه، متوالی باشه و از 2 شروع شه. خب شروع میکنم میگم 2، زوج بعدیش چیه؟ 4، زوج بعدی 6، گفته 3 تا دیگه، 2 4 6. غیر از این جواب دیگه میتونی به این بدی که از 2 شروع بشه، پشت سر هم باشه، زوج باشه، طبیعی هم باشه؟ نه، فقط تنها جوابی که میشه به این عبارت داد اینه. پس اینم مجموعه رو مشخص میکنه به همین سادگی. حالا عددهای اول کوچکتر از 20. خب عددهای اول کوچکتر از 20 ما بخوایم بنویسیم چیاه؟ فقط همینو میشه گفت دیگه، 2 3 5 7 11 13 17 و 19. غیر از این جواب دیگه‌ای نمیشه به این عبارت داد، فقط یه جور تونستم جواب بدم، پس مجموعه است.
قسمت بعدی میگه سه شهر ایران. آیا فقط یه جور میشه بهش جواب داد؟ نه. مثلا من میام میگم شیراز، اصفهان، تبریز. یکی دیگه میاد میگه تهران، سیستان و بلوچستان، اهواز. خب جوابهای متفاوتی میتونیم بهش بدیم، فقط یه جور نمیشه بهش جواب داد. پس مجموعی رو مشخص نمیکنه. قسمت ه میگه شمارنده های عدد 24. خب ممکنه بعضی ها شمارنده ها یادشون رفته باشه از سالهای گذشته، پس میریم سراغ ایستگاه یاداوری. باز میگم اگر شمارنده ها رو بلدید این قسمت رو بزنید بره جلو، اما در غیر این صورت خوب گوش بدید. نحوه نوشتن شمارنده های اعداد. ببینید ما اگر بخوایم شمارنده های اعداد رو بنویسیم، مثلا شمارنده های عدد 12، میام میگم از یک شروع میکنم، یک چند تا میشه 12 تا؟ یک 12 تا دیگه. خب میرم سراغ دو، حالا دو چند تا میشه 12 تا؟ 2 6 تا. میرم سراغ سه، سه چند تا میشه 12 تا؟ 3 4 تا. تمام شد. بری سراغ 4، 4 اینجا نوشته شده دیگه. پس شمارنده های 12 اینا شد. یا مثلا من میخوام شمارنده 14 رو بنویسم، باز از یک شروع میکنم، یک چند تا 14 تا؟ یک 14 تا دیگه. میرم سراغ دو، دو چند تا 14 تا؟ 2 7 تا. اونم نوشتم. سراغ 3 بری نمیشه گفت 3 چند تا 14 تا. سراغ 4 بری، 5 بری، 6 بری نمیشه گفت. پس شمارنده های 14 هم اینا شدن. یا مثلا میخوام شمارنده های 9 رو بنویسم، از 1 شروع میکنم، 1 9 تا میشه 9 تا دیگه، این یه جواب. و نمیشه گفت 2 چند تا 9 تا، بعدی چیه؟ 3 3 تا. اینا هم شدن شمارنده های عدد 9. به همین سادگی ما هر عددی رو داشته باشیم میتونیم شمارنده هاش رو بنویسیم. خب بریم سراغ اون سوالی که داشتیم حل میکردیم. گفته شمارنده های عدد 24. خب من بخوام شمارنده هاشو بنویسم از 1 شروع میکنم دیگه، پس میگم 1 24 تا. بعد میرم سراغ 2، 2 12 تا. میرم سراغ 3، 3 8 تا. میرم سراغ 4، 4 6 تا. سراغ 5 برین دیگه نمیتونید بگی 5 چند تا 24 تا، چون 24 به 5 بخش پذیر نیست. اینا میشن شمارنده های عدد 24. فقط همین یه جواب تونستم بهش بدم دیگه، کسی دیگه ای نمیتونه بیاد بگه من به این عبارت یه جواب دیگه ای دارم بدم. نه، همین جوابش بین دو تا آکولادم قرار گرفت. پس این مجموعه رو مشخص میکنه، فقط یه جور تونستیم جواب بدیم بشه. قسمت بعدی میگه 5 عدد بزرگ. آیا مجموعه رو مشخص میکنه 5 عدد بزرگ؟ خیر. چرا؟ من میام 5 تا عدد بزرگ مثال میزنم، یکی دیگه میاد 5 تا عدد بزرگ دیگه ای مثال میزنه، یه جور نمیشه بهش جواب داد. پس مجموعه نیست، مجموعه رو مشخص نمیکنه. قسمت دال، عددهای طبیعی بین 2 و 4. خب بین 2 و 4 عدد طبیعی چیه؟ عدد طبیعی چیا بودن؟ 1 2 3 4 همینجوری برو. بین 2 و 4 تنها عدد طبیعی عدد 3. خب فقط همین یه جواب دارم به این عبارت بدم دیگه، پس مجموعه رو مشخص میکنه، جواب دیگه ای نمیتونیم بدیم. قسمت زال میگه عددهای صحیح مثبت و کمتر از 10. خب اینجا بازم بعضیا ممکنه که عددهای صحیح رو فراموش کرده باشن، به خاطر همین باز میرسیم به یه ایستگاه دیگه، ایستگاه یادآوری. اگه بلدید عدد صحیح و فیلمو بزنید جلو. اینجا ببین عددهای صحیح کلا 3 قسمت داشت، قبلا یاد گرفتیم. یه صفر بود، یه عددهای صحیح مثبت بود، یه عددهای صحیح منفی بود. عددهای صحیح مثبت مثل چی؟ مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4، مثبت 5، همینجوری ادامه داره. این فلش یعنی ادامه داره دیگه. عددهای صحیح منفی چیا بودن؟ منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4، منفی 5، همینجوری ادامه داشت. اینا عددهای صحیح بودن که خیلی هم ساده بود. خب حالا میریم سراغ اون سوال. میگه عددهای صحیح مثبت و کمتر از 10. خب من کمتر از 10 چه عددهای صحیح دارم؟ 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. اینجا توقف میکنم. چرا؟ چون گفته عددهای صحیح مثبت. اگه نگفته بود مثبت میرفتم سراغ 0، منفی 1، منفی 2، منفی 3. چون گفته مثبت دیگه همینجا توقف میکنم. فقط همین یه جواب داریم به این عبارت بدیم دیگه، جواب دیگه ای نمیشه داد. پس این هم مجموعه رو مشخص میکنه. قسمت بعدی میگه شمارنده های اول عدد 19. آیا اینم مجموعه رو مشخص میکنه؟ شمارنده های اول 19. خود 19 رو من بخوام شمارنده هاش رو بنویسم چیاه؟ گفتم چجوری شمارنده بنویسیم؟ 1 19 تا دیگه. خب دیگه چیز دیگه نمیشه گفت، 1 19 تا. گفته شمارنده های اول 1 و 19 کدوم اوله؟ 19 اوله دیگه. پس همین 19 رو داخل آکولاد باید قرار بدم. فقط همین یه جواب رو تونستم به این عبارت بدم، پس این عبارت مجموعه رو مشخص میکند. قسمت ز میگه عددهایی که 6 وجه یک تاس معمولی مشخص میکند. خب یه تاس 6 وجه داره دیگه، 1 2 3 4 5 6.
من یه جواب دارم به این بدم، درسته؟ جواب دیگه ای ندارم بهش بدم، فقط یه جور تونستیم جواب بدیم. پس این هم مجموعی رو مشخص میکنه. قسمت ج میگه جوابهای معادله 2x به علاوه 1 مساوی 9. اینجا هم شاید بعضی ها معادله یادشون رفته باشه، پس بریم سراغ ایستگاه یادآوری. اگه معادله رو بلدی فیلمو بزن جلو. خب این معادله رو چجوری حل میکردیم؟ سال هفتم یاد گرفتیم. اولین قدم این بود که مجهولا رو یه طرف بنویسیم، معلوما رو یه طرف. پس این کار رو انجام میدم. مجهول یعنی چی؟ اونی که x و y و اینجور چیزا داره. اون یکی ها معلومن، عددهای ثابت معلومن. پس 2x رو نگه میدارم، منفی 1 رو میبرم اون بر، که وقتی این کار رو میکردیم علامتش مثبت 1 رو ببخشید میبرم اون بر، که وقتی این کار رو انجام میدادیم علامتش عوض میشد، مثبت 1 تبدیل شد به منفی 1. خب این بر 2x مونده، این برم 9 منهای 1 میشه 8. حالا قدم دوم این بود که طرف معلوم رو بخش بر ضریب مجهول بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این x مساوی میشه با طرف معلوم که 8 تقسیم بر، یعنی بخش بر ضریب مجهول که 2. خب 8 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 4 دیگه. پس x مساوی 4 شد. این معادله رو حل بکنیم، x میشه چند؟ 4. به همین سادگی. حالا میگه جواب‌های معادله 2x به علاوه 1 مساوی 9. همین الان این معادله رو حل کردیم دیگه تو یادآوری. جواب شد چی؟ x مساوی 4. پس من داخل آکولاد یه عدد 4 رو میتونم بنویسم. آیا به غیر از این جواب جواب دیگه ای میتونیم بدیم به این عبارت؟ نه، فقط یه جور تونستیم جواب بدیم. پس این مجموعه رو مشخص میکنه. قسمت 3 میگه 4 میوه خوشمزه. خب من میام 4 تا میوه مثال میزنم، مثلا طالبی، خربوزه، انگور، سیب. یکی دیگه میاد 4 تا میوه دیگه مثال میزنه. خب جواب‌های متفاوتی داریم. پس این عبارت هم مجموعه رو مشخص نمی‌کنه. نمی‌تونیم یه جور جواب بهش بدیم. قسمت دال میگه عددهای صحیح منفی و بزرگتر از منفی 8. خب ببین، بزرگتر از منفی 8 ما تو منفی‌ها هر چی به سمت صفر میریم بزرگتر میشه. پس من باید از منفی 8 برم به سمت صفر، چون گفته بزرگتر از منفی 8. یعنی بعدی میشه چی؟ منفی 7، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3، منفی 2، منفی 1. اینا عدد سعی منفی و بزرگتر از منفی 8 هستن. چرا 0 رو ننوشتم؟ چون گفته عدد سعی منفی دیگه. دیگه اینجا باید قطع کنیم کارمونه. خب غیر از این یه جواب، جواب دیگه ای نمیشه داد. فقط یه جور تونستیم جواب بدیم به این عبارت. پس این هم مجموعه رو مشخص میکنه. خب میرسیم به یه درسنامه. عضوهای یک مجموعه باید متمایز، یعنی غیر تکراری باشن. این یکی از ویژگی‌های مجموعه است. یعنی چی؟ ببینید این مجموعه رو نگاه بکنید. 3 تکرار شده. ما تو مجموعه نباید عضو تکراری داشته باشیم. هر وقت دیدیم عضوی تکرار شده، باید اون عضو تکراری رو حذف بکنیم. به این صورت بنویسیم: آ مساوی 3 8 4. اون 3 تکراری رو حذف بکنیم. همین. پس یکی از مهمترین ویژگی‌های مجموعه اینه که اعضاش متمایز هستن، تکراری نیستن. اگه تکراری بود حذف میکنیم. حالا تمرین. با توجه به شرط متمایز بودن عضوهای یک مجموعه که اینجا دیدیم، جای خالی رو میخوایم پر کنیم. الف، به جای این مجموعه باید چی بنویسیم؟ خب این مجموعه مگه چه اشکالی داره؟ اشکالش اینجاست. یکو ببین، دوبار نوشته شده. گفتیم عضو تکراری نباید داشته باشیم، اینا باید متمایز باشن، غیر تکراری باشن. پس یک رو حذف میکنم، میام مینویسم 1 2 4 5. به این صورت. قسمت بعدی، مجموعه های آ مساوی 5 6 5 7 دارای چند تا عضو؟ خب ظاهرش 1 2 3 4، ولی غلطه، 4 نیست، 5 تکرار شده. 5 رو باید حذف بکنی، میشه چند عضو؟ 3 عضو. پس این 4 عضوی نیست، 3 عضویه. عضو تکراری نباید داشته باشیم تو مجموعه. تمرین بعدی میگه این مجموعه چند تا عضو داره. خب اگر همینجوری بخواد کسی بشماره، میگه 1 2 3 4 5 6، غلطه، عضو تکراری نباید داشته باشی. یعنی بیا 7 رو حذف کن چون دوباره، 6 هم حذف کن چون تکرار شده. چی باقی میمونه؟ 7 2 6 9. چند تاست؟ 4 تاست دیگه. پس 4 تا عضو داره. تمرین بعدی میگه این مجموعه چند تا عضو داره. خب اگر به ظاهر بین باشیم، میگیم 1 2 3 4. غلطه، هر کدوم از اینا باید حل بشن. ببین منفی 1 رو باید به توان 2 برسونی، منفی 1 رو به توان 3 برسونی، منفی 1 رو به توان 5 برسونی. به اون صورت بنویسی، یعنی جواب اینا رو بنویسی، بعد بگی چند تا عضو داره. حالا منفی 1 رو چجوری به توان 2 میرسوندیم؟ چجوری به توان 3 میرسوندیم؟ چجوری به توان 5 میرسوندیم؟ چجوری به توان 100 میرسوندیم؟
این چیزیه که الان میخوایم یادآوری بکنیم از سالهای گذشته. اگه بلدی فیلمو بزن جلو، اگه نگوشو. خب ببین، هر وقت عدد منفی به توان زوج میرسید جواب میشد یه عدد مثبت، و هر وقت عدد منفی به توان فرد میرسید جواب میشد عدد منفی. یعنی چی؟ خب عدد منفی مثل منفی یک به توان زوج مثل دو برسه چه اتفاقی میفته؟ یک به توان دو یعنی چی؟ یعنی یک سر در یک دیگه. یک به توان دو میشه یک. حالا منفی به توان زوج گفتم میشه مثبت، پس میشه مثبت یک. یا مثلا منفی سه به توان دو، سه به توان دو میشه چی؟ یعنی سه ضرب در سه که میشه نه. منفی به توان زوج مثبت. یا منفی یک به توان صد بخوایم برسونیم، یک به توان صد، خب صد بار یک رو تو خودش ضرب کنی میشه یک دیگه. منفی به توان زوج مثبت، پس میشه مثبت یک. به این صورت. حالا عدد منفی گفتم به توان فرد برسه میشه منفی. مثل چی؟ منفی یک به توان سه، یا عدد منفی توانش فرده. میام میگم یک به توان سه یعنی چی؟ یعنی یک ضرب در یک ضرب در یک که میشه یک. حالا منفی به توان فرد باید بشه چی؟ منفی، پس میشه منفی یک. بعدی منفی 3 به توان 3. خب 3 به توان 3 یعنی چی؟ یعنی 3 ضرب در 3 ضرب در 3 که میشه 27. حالا منفی به توان فرد میشه منفی. یا منفی 1 به توان 101. خب 1 به توان 101 میشه چی؟ یعنی 101 بار 1 رو تو خودش ضرب کن. پس می‌نویسم 1 منفی به توان فرد هم میشه منفی. پس میشه منفی 1. حالا اینجا رو میخوام حل بکنم، دونه دونه اینا رو میخوام به توان برسونم. یه بار دیگه آکولات میذارم، این منفی یک که بیاد سر جاش، درست؟ منفی یک به توان دو، خب یک به توان دو میشه یک، منفی به توان زوج هم مثبت. همین الان یاد گرفتیم تو یادآوری دیگه. منفی یک به توان سه چی؟ یک به توان سه یک، منفی به توان فرد منفی، پس این هم شد منفی یک. منفی یک به توان پنج چی؟ یک به توان پنج یک، منفی به توان فرد منفی. پس جواب این شد این. حالا این چند تا عضو داره؟ ظاهرش 1 2 3 4 تا، ولی عضو تکراری داریم. منفی یک رو ببین چند بار تکرار شده، تکراری ها رو حذف میکنیم، چند تا میمونه؟ دو تا. پس این مجموعه دو تا عضو داره، نه 4 تا برخلاف ظاهرش. خب درسنامه بعدی، ویژگی دیگه ای که توی مجموعه ها وجود داره و باید بهش توجه کنیم، با جابجایی عضو های یک مجموعه، مجموعه جدیدی به وجود نمیاد. مثل چی؟ مثلا A273 با A273 با A=7213 فرقی نمی کنه. چرا؟ چون همون عدد ها اینجاست دیگه، فقط جاشون عوض شده. با جابجایی عضوها در واقع مجموعه جدیدی به وجود نمیاد. پس این مجموعه با این مجموعه هیچ تفاوتی نمی کنه. مثلا گفته صحیح و غلط رو مشخص کنید. الف، مجموعه های A=4 و 9 با B=9 و 4 با هم برابرن. آیا درسته؟ بله، چون گفتیم با جابجایی عضوها مجموعه جدیدی به وجود نمیاد، اینا با هم برابرن. صحیحه. قسمت B میگه مجموعه C=8 1 3 و D=3 8 1 دو مجموعه متفاوتند. خیر، متفاوت نیستن، اینا با هم برابرن. چرا؟ چون فقط جای عضو عوض شده، مجموعه جدیدی به وجود نیامده که متفاوت بشه. پس این جمله غلطیه که گفته متفاوته، اینا با هم برابر هستن. قسمت P میگه مجموعه E و F با هم برابرن. خب میام میگم آقا تو این مجموعه من باید یه تغییری بدم. اون تغییر چیه؟ دو تکرار شده، عضو تکراری گفتیم نباید تو مجموعه داشته باشیم دیگه، تکراری رو حذف میکنم. پس این در واقع هست E=2 5 7، این هم هست F=7 5 2، بوده با هم برابرن، فقط جاشون عوض شده. درسته؟ پس این جمله جمله درستیه. قسمت P میگه مجموعه های G=3 و 3 و H=3 3 7 با هم برابرن. خب این باید تغییر پیدا بکنه. چیه؟ 3 تکرار شده، تکراری هست. این یکی چی؟ باز 3 تکرار شده، تکراری هست. پس این هست G=3، این هم هست H=3 و 7، اینا با هم برابر نیستن. خیلی واضح و مشخصه که برابر نیستن. خب درسنامه بعدی، اگر آ باشه مساوی آ ب 5 7، اگه اینو در نظر بگیریم، برای نشون دادن اینکه آی کوچیک عضوی از مجموعه آی بزرگه، از این نماد استفاده میکنیم. الان آ عضو این مجموعه آ هست دیگه، ب هم عضوش هست، 5 هم عضوش هست، 7 هم عضوش هست. اگه من بخوام بگم آی کوچیک عضو مجموعه آی بزرگی، باید بگم آ این علامت آی بزرگ، و میخوانیم چی؟ آ عضو آ.
حالا اگر یه چیزی عضو آ نباشه مثل 4، چجوری باید بنویسم؟ باید بگم 4 عضو آ نیست، یه خط داره روش، درست؟ پس این علامت عضویت، عضو بودنه، و اینم علامت عضو نبودنه. خیلی راحت. حالا گفته داخل این مربع نماد عضویت یا عدم عضویت قرار بدیم. قسمت الف، آیا 5 عضو این مجموعه هست؟ بله دیگه، 5 ایناهاش. پس چه علامتی باید بذارم؟ اینو، علامت عضویت این بود دیگه، بالا گفتیم. قسمت ب، آیا -2 داخل این مجموعه هست؟ خیر. پس چه علامتی باید بذارم؟ علامت عدم عضویت. به همین سادگی. حالا آیا 1 توی این مجموعه وجود داره؟ خب ظاهرا وجود نداره، ولی دقت کن، 2 1 دیگه. خب پس 1 در واقع توی این مجموعه وجود داره، پس علامت عضویت باید بذاره. قسمت ت، آیا -11 توی این مجموعه وجود داره؟ به این مجموعه نامتناهیه. یعنی چی؟ یعنی ادامه داره. این 3 نقطه یعنی مجموعه داره ادامه پیدا میکنه. اونورا شاید -11 باشه. از کجا بدونیم هست اونورا یا نه؟ نگاه کن، عددهای فرد چیان اینجا؟ -1، -3، بعدی چی میشه؟ -5، -7، -9، -11. ببین رسیدیم به -11. پس -11 تو این وجود داره و باید علامت عضویت رو بذاره. خب حالا مجموعه شمارنده های عدد 15 رو گفته بنویسید و اسمش رو بذارید آ. شمارنده های 15 رو گفتیم چجوری می‌نویسن؟ میگیم آقا 1 15 تا، 2 چند تا میشه؟ 15 نمیشه، میرم سراغ 3، 3 5 تا. اینا شدن شمارنده های 15. حالا اسمش هم گفته بذارید آ، پس اینا رو باید بین دو تا آکولات بذارم، اسمش هم آ بذارم. حالا گفته درستی یا نادرستی رابطه های زیر رو مشخص کنید. گفته 45 عضو آه. کو اینجا من 45 نمی‌بینم که. پس اینجا این در واقع این مورد نادرستی هستش. میگه 1 عضو آ نیست. 1 عضو آ هست، داریم می‌بینیمش. پس این نادرسته که گفته عضوش نیست. گفته 10 عضو آ نیست. درست گفته، من اینجا 10 رو نمی‌بینم. این عبارت درستیه. میگه -3 عضو آ، من -3 نمی‌بینم اینجا. پس این نادرسته. خب اینم علامت عضویت و عدم عضویت، باید بهش توجه بکنیم. درسنامه بعدی میگه که ما مجموعه ها رو میتونیم به صورت منحنی یا خطهای شکسته هم نشون بدیم. یعنی چی؟ مثلا اگه من داشته باشم آ مساوی 1 2 3 4، خب حتما قرار نیست بین دو تا آکولات باشه، با نمودار هم میتونم نشون بدم. یعنی این 1 2 3 4 رو داخل یه منحنی هم میتونم بذارم، داخل خط شکسته بسته هم میتونم بذارم. به این نمودار میگن نمودار ون، درست؟ پس حتما دقت بکنید که به صورت نمودار ون هم میشه نمایش داد. تمرین، با توجه به نمودار ون زیر مجموعه های آ و ب را با عضوهایشان مشخص کنید. خب آ کدومه؟ آینه دیگه، درسته؟ خیلی راحت عضوهاشو مینویسی. آ کوچیک، ب کوچیک، سی کوچیک، اس، کا و اف، درسته؟ اینا در واقع عضوهای مجموعه آ بودن که ما تو نمودار ون دیدیم و به صورت مجموعه با آکولات نوشتیم. حالا ب رو میخوام به اون صورت بنویسم. ب کجاست؟ اینجاست. یعنی فقط باید این محدوده رو ببینم. خب چی مینویسم؟ عضواش چیان؟ میتونم بنویسم M, N, S, F و K. اینا شدن عضوهایی که توی مجموعه ب داریم میبینیم، در واقع توی نمودار ونش، و به این صورت نوشته شد. تمرین بعدی میگه دو مجموعه آ و ب رو در نظر بگیر. الف، این دو مجموعه رو با یه نمودار ون نمایش بده، برعکس قبلیه. قبلی نمودار ون رو داده بود، گفته بود با این اعضا بنویس، با آکولات بنویس. الان به صورت آکولات داده، گفته با نمودار ون بنویس. خب چیکار کنم؟ دو تا نمودار ون میکشم، دو تا دایره میکشم، یکی برای آ یکی برای ب. خب بهترین کار میدونید چیه اینجا برای اینکه عضو رو اینجا جا کنم؟ اینه که بیای بگی بین آ و ب کدوم عضو مشترکن؟ یعنی هم تو آ هم تو ب، 5 و 6 دیگه، 5 و 6 میبینی هم توی آ وجود داره هم توی ب. حالا این 5 و 6 رو کجای نمودار قرار بدم؟ اون جایی که هم آ قرار داره هم ب، یعنی این وسط. ببین این محدوده جاییه که هم آ رو در بر گرفته و هم ب رو. پس من 5 و 6 رو باید بذارم اینجا، چون تو هر دوتا بود. حالا میام میگم این محدوده برای کیاست؟ برای اوناییه که تو آ هستن ولی تو ب نیستن. خب میام میگم آقا اینجا کدوم عضوها تو آ هستن ولی تو ب نیستن؟
یک دو سه چهار هن دیگه که دو آ هستن ولی تو ب نیستن، پس اینا رو باید بنویسم اونجا، اون محدوده مال اوناست. این محدوده مال کیاست؟ این محدوده برای اونایی که تو ب هستن ولی تو آ نیستن. خب نگاه میکنم کدوم عضو تو ب هستن ولی تو آ نیستن؟ 7 و 8 درسته؟ پس 7 و 8 هم باید بنویسم توی این محدوده در نمودار ون. خیلی راحت. پس ما اگر به صورت آکولاد داشتیم مجموعه ای رو میتونیم خیلی راحت توی نمودار ون هم به این صورت نمایش بدیم. قسمت ب میگه کدام عددها هم در منحنی بسته مربوط به آ و هم در منحنی بسته مربوط به ب وجود دارد. 5 و 6 دیگه، هم تو آ هم تو ب. هم اینجا دیدیم که تو هر دو تاست، هم تو شکل داریم میبینیم که هم در آ وجود دارن و هم در ب. پس اونجا می‌نویسیم 5 و 6. تمرین: با توجه به اطلاعات زیر در مورد دو مجموعه آ و ب نمودار زیر را کامل کنید. الف، ببین عبارت میگه تو باید کامل بکنی نمودار ونو. مثلا میگه عدد دو فقط عضو آست. خب دو رو من کجا بذارم؟ اینجا بذارم، اینجا بذارم یا اینجا بذارم؟ فقط عضو آ اونجاست. ببین اینجا محدوده ای که فقط تو آ، تو ب نیست. بعدی گفته عدد منفی 3 فقط عضو ب است. کجا باید بذارم؟ اینجا. ببین جایی که فقط تو ب، تو آ نیست، پس منفی 3 رو باید بذارم اینجا. پ میگه عدد 5 هم عضو آ هم عضو ب، کجا بذارم؟ این وسط بود که هم مال آ بود هم مال ب بود، پس 5 رو باید بذارم اینجا. بعدی میگه عدد 0 عضو ب است ولی عضو آ نیست، یعنی باید بذارم اینجا دیگه. این محدوده است که عضو ب هست ولی عضو آ نیست، پس صفر هم باید بذارم اینجا. خیلی راحت تونستیم جاسازی بکنیم این اعداد رو. خب درسنامه بعدی که درسنامه خیلی مهمی هم هست، معرفی مجموعه توهیه. اگر در مجموعه عضوی وجود نداشته باشه که قبلا هم دیدیم، اونو میگم مجموعه توهی و با این نماد نمایش میدیم، درسته؟ یا دو تا آکولات که داخلش هیچ عضوی نیست، یا هم یه نمادی به این صورت که مربوط به مجموعه توهیه به این صورت نمایش میدیم. حالا تمرین میگه مجموعه عددهای دو رقمی و زوج اول رو بنویسید و آن را ای بنامید. دقت کن، دو رقمی زوج اول، ما گفتیم تنها عدد زوجی که اول دوه، دو رقمی نیست که، پس من نمیتونم عضوی رو پیدا بکنم که دو رقمی باشه، زوج باشه، اولم باشه، یعنی بین دو تا آکولات من هیچ عضوی نمیتونم بذارم. اسمش هم گفته بذار ای دیگه، هیچی نمیتونم این تو بذارم. حالا من بگم آیا این مجموعه رو مشخص نمیکنه؟ نه، مجموعه مشخص میکنه، اما مجموعه توخالیه. ما وقتی میگفتیم یه عبارت مجموعه رو مشخص نمیکنه که چند جور بتونیم جواب بدیم، نه اینکه جوابی پیدا نکنیم. اینجا جواب پیدا نکردیم، میشه مجموعه توهی، یا اینجوری نمایش میدیم یا با اون نماد، مجموعه توخالی. این مجموعه چند تا عضو داره؟ میبینیم که هیچ عضوی نداره و به همین دلیل بهش میگن مجموعه توهی. خب بعضی از دانش آموزا میان این دوتا رو با توهی اشتباه میگیرن. توهی یا به این صورته، دوتا آکولادی که بینشون هیچی نیست، یا به این صورته. این توهی نیست. چرا؟ چون بین دوتا آکولاد توهی رفته، این در واقع یه مجموعه تک عضویه، یه عضو داره. یا این پایینی هم توهی نیست، صفر. این تو معنیش این نیست که این صفر تا عضو داره، که معنیش اینه که این یه دونه عضو داره و اون یه عضو هم صفره، عدد صفره. پس این توهی نیست، یه عضویه. این هم توهی نیست، یک عضویه. این دوتا رو با مجموعه توهی اشتباه نگیریم. مجموعه توهی فقط به این دو صورت نمایش داده میشه، نه به این صورت. خیلی وقتا توی امتحانات نهایی در خرداد ماه اومدن طراحان سوال رو اینا زوم کردن، چون خیلی از دانش آموزا اینا رو اشتباه میگیرن با توهی. به خاطر همین این قسمت رو حتما باید بهش توجه بکنید که اشکالی براتون پیش نیاد در امتحانات. حالا یه کدام یکی از عبارت‌های زیر مجموعه توهی را مشخص می‌کند؟ قسمت الف میگه عددهای طبیعی بین 5 و 6. خب بین 5 و 6 من عدد طبیعی میتونم پیدا بکنم؟ نه، عدد طبیعی بعد از 5 6 دیگه. پس چون نمیتونم عددی پیدا بکنم میشه مجموعه توهی. نمیگم مجموعه نیستا، نتونی پیدا بکنی میشه مجموعه توهی. حالا یا دوست داری به این صورت نمایش بده یا دوست داری به این صورت نمایش بده، هیچ فرقی نمیکنه. قسمت ب میگه عددهای صحیح بین منفی 1 و 0. تو محور عددهای صحیح که با هم دیدیم، بین منفی 1 و در واقع منفی 1 و 1، بین منفی 1 و 1 عدد 0 وجود داره. پس من در واقع به این صورت باید بنویسم این مجموعه رو. خب بالایی که مجموعه توهی بود گفتیم، اینم یه مجموعه تک عضویه.
توهی نیستش و اون یه عضو هم عدد صفره. بعدی میگه عددهای اول و زوج. خب تنها عدد اولی که زوجه گفتیم عدد دوه، یعنی بین دوتا آکولات فقط عدد دو قرار میگیره. آیا این توهیه؟ نه، پس این مجموعه یک عضویه. گفته توهی رو مشخص کن دیگه. قسمت ته میگه عددهای طبیعی یک رقمی و مضرب سه که اولن. خب ببین من مضرب های سه رو اگه بخوام بنویسم، مضرب یعنی چی؟ مضرب سه رو چجوری می‌نویسن؟ میگیم سه یکی سه تا، سه دوتا شش تا، سه ستا نه تا. سه رو هی ضرب میکنین مضرب های طبیعی درست میشه. خب میگه عددهای طبیعی یک رقمی و مضرب سه که اولن. من اگر مضرب های سه رو بنویسم فقط خود سه اوله، یعنی وقتی میگی سه شیش نه دوازده و اینا ادامه داره، فقط اون سه اوله، درسته؟ فقط همون یه جواب رو براش داریم. پس در واقع بین دو تا آکولات باید همون سه رو قرار بدیم و این هم مجموعه توهی رو مشخص نمی‌کنه. یه مجموعه یک عضوی هستش، چون گفته توهی رو مشخص بکنه دیگه. حالا میگه کدام یکی از عبارات‌های زیر مشخص کننده یک مجموعه است؟ گفته کدوم مجموعه است، نگفته کدوم توهی است. گروهی از شاعران ایرانی، چجوری می‌فهمیدیم مجموعه است یا نیست؟ فقط یه جور باید بهش جواب میدادیم دیگه. اینم در امتحانات نهایی زیاد تکرار شده ها، میپرسه کدوم یکی از این عبارت ها یه مجموعه رو مشخص میکنه. گروهی از شاعران ایرانی، خب من میام یه گروه میگم، یه گروه شاعر ایرانی میگم، میگم حافظ، سعدی، مولانا. یکی دیگه میاد یه گروه دیگه از شاعران ایرانی رو میگه، شهریار، مثلا فردوسی، نیما یوشیج. خب یه جواب یه جور جواب نمیتونیم بهش بدیم، به خاطر همین این عبارت مجموعه رو مشخص نمیکنه، جواب یکتایی نداره. قسمت ب میگه مضرب‌های طبیعی عدد 4. خب من اگر مضرب‌های 4 رو بنویسم چی است؟ 4 1 4 تا، 4 2 تا 8 تا، 4 3 تا 12 تا، 16 20، همینجوری ادامه داره دیگه، درسته؟ یه مجموعه نامتناهیه، یعنی ادامه داره. غیر از این یه جواب دیگه نمیشه داد دیگه. یه جور تونستیم بهش جواب بدیم، پس مجموعه رو مشخص میکنه. قسمت پ میگه اسامی ماه‌های سال. اینو از هر کی بپرسی فقط این یه جواب داره دیگه. از فروردین شروع میکنه میرسه به اسفند. غیر از این یه جواب دیگه‌ای نداریم، پس اینم مجموعه رو مشخص میکنه، فقط یه جور تونستیم بهش جواب بدیم. قسمت ت میگه اعداد اول دو رقمی و زوج که اول باشن. ببین گفتیم تنها عدد زوجی که اول دوه، دو هم که دو رقمی نیست، اینو قبلا هم دیده بودیم. پس این در واقع میشه مجموعه توهی، چون نمیتونیم عضوی رو پیدا بکنیم، پس مجموعه رو مشخص میکنه. بعضی اینجا اشتباه میکنن، چون پیدا نمیکنن میگن مجموعه نیست. مجموعه هست، مجموعه توهیه. ما فقط وقتی میگیم مجموعه نیست که چند جور جواب بهش بدی، نه که پیدا نکنی. اینو تکرار کردم چون اهمیت بالایی داره. قسمت 3، عددهای منفی و بزرگتر از 1. خب بزرگتر از 1 من عدد منفی میتونم پیدا بکنم؟ نه، چون پیدا نکردم، پس میشه مجموعه توهی، پس مجموعه مشخص میکنه، مجموعه توهی رو در واقع مشخص میکنه. قسمت جیم، 4 عدد اول متوالی. خب متوالی پشت سر هم، 4 تا عدد اول پشت سر هم بخوام بگم، مثلا میگم 2 3 5 7، یکی دیگه میاد میگه 5 7 11 13، یه جور نشد بهش جواب بدیم، پس مجموعه رو مشخص نمیکنه. تمرین بعدی میگه 3 تا عبارت بنویس که هر کدوم نشون دهنده مجموعه توهی باشه. این دفعه دیگه عبارت میخوایم بنویسیم. خب چه عبارتی به نظرتون میشه؟ من پیشنهاد میکنم فیلمو نگه دارید، فکر بکنید، 3 تا عبارت در واقع مثال بزنید که مجموعه توهی رو نشون بدن. خب مثلا میشه گفت عددهای طبیعی بین 1 و 2. چرا؟ چون بین 1 و 2 عدد طبیعی نیستش که، به خاطر همین این عبارت مجموعه توهی رو مشخص میکنه. یا مثلا میشه گفت عددهای صحیح بین -2 و -3. چرا؟ چون بین -2 و -3 اصلا عدد صحیح وجود نداره که، پس اینم میشه یه مجموعه توهی. یا مثلا عددهای اول بین 14 و 16. بین 14 و 16 چیه؟ 15 عدد طبیعی، خب که اونم اول نیست. در واقع من عدد اولی بین 14 و 16 ندارم، پس اینم یک مجموعه توهی رو مشخص میکنه. تمرین بعدی میگه متناظر با هر عبارت یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه یک عبارت بنویسید. الف، آ مساوی این. چه عبارتی میشه برای این مجموعه نوشت؟ یه عبارت فارسی میخوام بنویسم. دقت کنید همه اینا اگر توجه بکنید توان 3 اعداد طبیعی هستن. عدد طبیعی چیا بودن؟ 1 2 3 4 5 6. اینا اونا رو اگر به توان 3 برسونی اینا به وجود میان. نگاه کن، 1 به توان 3 میشه 1، 2 به توان 3 میشه 8،
3 به توان 3 میشه 27، 4 به توان 3 64، 5 به توان 3 125. خب پس اینا در واقع توان 3 های اعداد طبیعی هستن. حالا توان 3 ها چی بهش میگفتیم؟ به توان 3 میگفتیم مکعب دیگه. پس بهتره بگیم مکعب یعنی توان 3 اعداد طبیعی کمتر از 6، چون دیگه ادامه نداره دیگه، اینجا قطع شده. پس مکعب اعداد طبیعی کمتر از 6 یا کوچکتر از 6، این میشه عبارت مربوط به این مجموعه. قسمت ب، سی مساویه بین دو تا کولات 10. چه عبارتی میشه به این گفت؟ خیلی راحت مثلا میتونیم بگیم اعداد طبیعی بین 9 و 11. چرا؟ چون بین 9 و 11 طبیعی 10 دیگه میشه، این جوابش. اینم عبارت مربوط به قسمت ب. میگه عددهای طبیعی مضرب 3 و کوچکتر از 1000. خب من اگر مضرب های 3 رو بنویسم چی هست؟ 3 1 3 تا 3 6 9، همینجوری میرم کوچکتر از 1000، میرسم به 999. 999 مضرب 3، چرا؟ چون بر 3 بخش پذیره. خب پس اینم شد مجموعه که مربوط به این عبارت. خب قسمت ت گفته که عددهای صحیح منفی که بین 4 و 7 قرار دارن. خب ما بین 4 و 7 که عدد منفی نداریم، پس میشه مجموعه توهی، نمیتونیم عضوی رو پیدا بکنیم. قسمت 3 میگه عددهای طبیعی بزرگتر از 4 و کوچکتر از 5. خب بزرگتر از 4 کوچکتر از 5، من عدد طبیعی نمیتونم پیدا بکنم، چون عدد طبیعی بعد از 4 5ه. خب پس اینم میشه مجموعه توهی، چون نتونستم عضوی رو پیدا بکنم. قسمت ج میگه عددهای اول دو رقمی که مضرب 7 باشن. من مضربای 7 رو اگر بخوام بنویسم چجوری بنویسم؟ بعد بگم 7 یکی 7 تا، 7 2 تا 14 تا، 7 3 تا 21، همینجوری الی آخر. ادامه داره دیگه. خب میگه عددهای اول دو رقمی که مضرب 7 باشن. اینجا تو دو رقمی ها من عدد اول نمیتونم پیدا بکنم، فقط عدد 7 که اول. درسته؟ چون عدد دو رقمی نمیتونم پیدا بکنم که اول باشه، یعنی عضوی نمیتونم پیدا بکنم، پس این عبارت هم مجموعه توهی رو داره به ما نشون میده. خب تمرین بعدی میگه جاهای خالی رو طوری کامل کنید تا عبارت حاصل درست باشد. قسمت الف، عبارت 5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشد یک مجموعه را مشخص میکند یا نمیکند؟ میگه 5 عدد طبیعی بین 1 و 20. خب بین 1 و 20 یکی میاد 5 تا عدد طبیعی اینجوری مثال میزنه، 2 3 4 5 6. یکی دیگه میاد میگه 5 6 7 8 9. خب یه جور نمیشه بهش جواب داد، پس مجموعه رو مشخص نمیکنه. قسمت ب میگه مجموعه 2 3 4 تا 9 دارای چند تا عضوه؟ خب اینا رو اگر بشماریم 2 3 4 رو تا 9 بشماریم میشه 8 عضو. خیلی راحت، عضو تکراری هم نداره که بخوام حذف کنم دیگه. قسمت پ میگه مجموعه آ مساویه صفر و توهی دارای چند تا عضوه؟ خب ببین این یه عضو، صفر یه عضو دیگه، اینم یه عضو، خود توهی هم چون رفته داخل آکولات یه عضوه، پس این مجموعه دارای دو تا عضوه. این توی چند تا استان در امتحانات نهایی اومده بود، همین قسمت پ. قسمت ت میگه با توجه به مجموعه های مجموعه 3 5 7 9 11 داریم 5 عضو آ است یا با نماد ریاضی به چه صورت نمایش میدیم؟ خب ببین ما میبینیم، ما در واقع میبینیم اینجا که 5 عضو آ دیگه. من اگر بخوام اینو با نماد نشون بدم چجوری باید بنویسم؟ باید بگم 5 عضو آ، به همین سادگی. یا دارم میبینم که 12 عضو آ نیست، تو اینجا من 12 نمیبینم، پس با نماد ریاضی چجوری باید نمایش بدم؟ باید بگم 12 عضو آ نیست، روش یه خط باید بخوره دیگه. خیلی راحت. تمرین بعدی میگه سه مجموعه متفاوت بنویسید که عدد دو عضو آن باشد. خب من چی میتونم بگم؟ مثلا میتونم بگم عددهای زوج اول. چرا؟ چون تنها عدد زوجی که اوله، بارها گفتم دیگه، خیلی مهمه، دوه. بین دو تا کولات میذاریم دیگه، یه مجموعه نوشتیم که دو عضو بشه. خب اینم باز پیشنهاد میکنم نگه دارید، خودتون دو تا دیگه مجموعه مثال بزنید که عدد دو عضوش باشه، بعد فیلمو نگاه کنید. حالا دیگه چی میشه گفت؟ مثلا میشه گفت مضرب های طبیعی عدد دو. من اگه مضرب های دو رو بنویسم میشه 2 4 6 8 10، اینا همینجوری ادامه داره. خب پس دو عضو این مجموعه هستش، اینم یه عبارت دیگه که دو عضو بشه. و عبارت دیگه که میشه گفت عدد های طبیعی بین 1 و 5. بین 1 و 5 چه عدد های طبیعی وجود داره؟ 2 3 و 4 دیگه، دو عضو بشه. اینم عبارت بعدی که دو عضوش هستش. خب
ما می‌خوایم یه سری نمونه سوالات امتحانی با هم دیگه حل بکنیم، اما قبل از این نمونه سوالات امتحانی می‌خوایم درسنامه‌هایی که تا الان خوندیم رو مرور کنیم. خب درسنامه اول چی بود؟ گفتیم اگر مثلا عدد فرد یک تا 15 رو بین دو تا آکولات قرار بدیم و اونو با آ یا ب یا هر عدد یا هر در واقع حرف دیگه‌ای نامگذاری بکنیم، به این صورت بنویسیم، در این صورت یک مجموعه تشکیل دادیم که خیلی راحت بود این درسنامه. درسنامه بعدی این بود که عبارت‌های شبیه عبارت سه عدد اول 1 تا 15 که مشخص کننده یک مجموعه معین و یک تا نبودن، مجموعه رو مشخص نمی‌کردن. یعنی چی؟ به زبان ساده‌تر اگه فقط یه جور بتونی بهش جواب بدی مجموعه است، اگه چند جور شد دیگه مجموعه نیست. این هم درسنامه دوم بود که با هم کار کردیم. درسنامه بعدی چی بود؟ عضوهای یک مجموعه گفتیم باید با هم متمایز باشن، در واقع غیر تکراری باشن. یعنی چی؟ عضو تکراری دیدی حذفش کن. اینم که با هم کار کردیم. درسنامه بعدی که کار کردیم این بود که با جابجایی عضوهای یک مجموعه مجموعه جدیدی به وجود نمیاد. دیدیم که این با این هیچ فرقی نمی‌کرد. بعد از این یاد گرفتیم که اگه بخوایم بگیم مثلا آی کوچیک عضو این مجموعه است، باید اینجوری بنویسیم، از این نماد استفاده بکنیم. اگه بخوایم بگیم 4 عضو این مجموعه نیست، که واقعا نیست، باید از این نماد استفاده می‌کردیم. اینم یاد گرفتیم. بعدش گفتیم که مجموعه رو میشه با منحنی‌ها یا خط‌های شکسته بسته هم نمایش داد که به این میگفتن نمودار ون. بعد گفتیم که اگه تو مجموعه هیچ عضوی وجود نداشته باشه بهش میگن مجموعه توهی، که یا اینجوری نمایش میدن یا اینجوری، و این دوتا رو نباید با توهی اشتباه بگیریم چون هر کدومشون یک مجموعه یک عضوی بودن. خب حالا وقت حل نمونه سوالات امتحانیه که در سالهای گذشته در استانهای مختلف کشور طرح شده. قسمت الف، اولا سوال یک گفته درستی یا نادرستی رو مشخص بکنید. قسمت الف در استان قم مطرح شده بود. میگه عبارت سه شهر زیبای ایران مشخص کننده یک مجموعه است. آیا درسته یا غلطه؟ نه. چرا؟ من میام سه شهر زیبای ایران رو میگم قم، تهران، قزوین، یکی دیگه میاد میگه شیراز، مشهد، اصفهان. خب یه جور نمیتونیم جواب بدیم. پس این مجموعه رو مشخص نمیکنه. این جمله نادرسته یه گفته یک مجموعه است. قسمت ب میگه عبارت عددهای اول بین 14 و 16 مجموعه توهی رو مشخص میکنه. خب من بین 14 و 16 عدد اولی نمیتونم پیدا بکنم، چون نمیتونم پیدا بکنم توهیه. پس این جمله درستیه. شهر تهران اومده بود. قسمت پ قزوین اومده بود. عبارت عددهای صحیح کمتر از 10 یک مجموعه را مشخص میکند. خب کمتر از 10 ما چه عددهای صحیحی داریم؟ باید قبلی ها رو بگم چی؟ قبل از 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، همجوری میره دیگه، به سمت منفی ها میره. فقط همین یه جواب رو داریم دیگه به این عبارت. پس این در واقع مجموعه رو مشخص میکنه و این جمله درستیه. قسمت ت تو چند تا استان اومده بود، خراسان شمالی و استانهای دیگه. گفته این مجموعه یک مجموعه توهی است. گفتم دیگه خیلی تکرار شده، اینو نباید با توهی اشتباه بگیریم. توهی یا آکولاد توخالی بود یا این نماد تنها بود، دیگه آکولاد نداشت، این یک مجموعه یک عضویه. پس این جمله غلطی هستش. خب قسمت سه استان گلستان اومده بود این سوال. میگه اگر در مجموعه عضوی وجود نداشته باشد آن را مجموعه توهی مینامیم. بارها من اینو گفتم دیگه. پس این جمله درستیه. استان خوزستان مجموعه صفر و توهی دارای دو عضو است. بله صفر خودش یه عضوه، توهی هم یه عضوه، میشه دو عضو. ببینید چقدر راحت میشه این سوالا رو حل کرد. قسمت چه کردستان و چند تا استان دیگه اومده بود. برای نمایش مجموعه توهی از این نماد استفاده می‌کنیم. می‌بینید بازم اومده. پس این میشه غلط. گفتیم توهی به این صورت نیست. این یک مجموعه یک عضویه. استان زنجان میگه عبارت دو عدد اول کوچکتر از 10 یک مجموعه را تشکیل می‌دهد. خب دو عدد اول کوچکتر از 10 من میام میگم 2 و 3، یکی دیگه میاد میگه 5 و 7. یه جور نتونستم بهش جواب بدم. پس این مجموعه رو تشکیل نمیده. این جمله نادرستیه که گفته تشکیل میده. خب سال 2 استان قم گفته بود این سوالو. کدام یک از عبارات زیر معرف مجموعه توهی است؟ بررسی میکنیم. الف اعداد اول یک رقمی. خب من اعداد اول یک رقمی رو بخوام بنویسم میشه 2 3 5 7 دیگه. فقط همین یه جواب رو دارم و در واقع این یک مجموعه نگفته مجموعه است، گفته توهی باشه. آیا این توهیه؟ نه،
یک دو سه چهار، این یک مجموعه چهار عضویه، توهی هیچ عضوی نداره، پس این نمیتونه باشه گزینه ما. قسمت ب میگه اعداد طبیعی بین منفی یک و یک. بین منفی یک و یک چیه؟ صفره، که صفر عدد طبیعی نیستش، من نمیتونم عضوی پیدا بکنم. عدد طبیعی بین منفی یک و یک نمیتونم پیدا بکنم، پس این مجموعه توهیه و این گزینه درست هستش، چون گفته مجموعه توهی رو پیدا کن. قسمت جیم میگه مضرب‌های عدد 5 که اولند، من مضرب‌های 5 رو بنویسم چی هست؟ 5 یکی، 5 دوتا، 10 تا، 5 ستا، 15 تا. از بین اینا فقط خود 5 اوله، درسته؟ پس میشه یه آکولاد، حالا اینجا من نوشتم مضرب‌های 5 رو، فقط خود 5 اوله که اینو اگر داخل آکولاد قرار بدیم میشه این. خب آیا این توهیه؟ نه، این یک مجموعه یک عضویه. قسمت دالم که این نماد معروفه دیگه، این توهی نیستش، این یک مجموعه یک عضویه. خب پس این گزینه ب شد. سوال بعدی میگه کدام یک از عبارت‌ها مشخص کننده یک مجموعه نیست؟ استان قزوین. الف، اولا چجوری میفهمید مشخص کننده مجموعه نبود؟ اگه چند جور تونستی جواب بدی پس مشخص کننده مجموعه نیست. شمارنده های 15، خب من شمارنده های 15 رو بخوام بنویسم، می‌نویسم 1 15 تا، 3 5 تا، درسته؟ یه جور فقط میشه بهش جواب داد، پس این مشخص کننده مجموعه هست، گزینه ما نمیشه، گفته کدوم نیست. قسمت ب میگه عددهای صحیح کمتر از 5. خب کمتر از من 5، من چه عددهایی دارم؟ 4 3 2 1 0 منفی 1 منفی 2، همینجوری ادامه داره دیگه به سمت منفی ها، فقط همین یه جواب تونستم بهش بدم، پس این مجموعه هستش، گفته کدوم مجموعه نیست. قسمت جیم میگه یک عدد طبیعی بین 1 و 3. خب بین 1 و 3 من فقط عدد طبیعی 2 رو دارم، یعنی به این صورت، و این هم مجموعه رو مشخص میکنه، پس این عبارت مجموعه هست، گفته کدوم مجموعه نیست، پس این گزینه هم نمیشه. و گزینه آخر، سه عدد دو رقمی. خب من میام سه تا عدد دو رقمی میگم، 25 26 27، یکی دیگه میاد سه عدد دو رقمی دیگه ای میگه، یه جور نمیتونم به این جواب بدم، پس این عبارت مجموعه رو مشخص نمیکنه، پس این گزینه درسته. خب سوال بعدی میگه کدام یکی از عبارت ها مشخص کننده یک مجموعه نیست؟ قسمت الف، عددهای صحیح کمتر از 10. خب کمتر از 10 ما چه عدد صحیحی داریم؟ 9 8 7 6 5 4، همینجوری میاد به سمت منفی ها دیگه. خب آیا این مشخص کننده مجموعه است؟ بله، چون فقط همین یه جواب تونستیم بدیم، ولی اینجا هم گفته کدوم مشخص کننده مجموعه نیستش، این گزینه نمیشه. قسمت ب، حروف الفبای فارسی. خب حروف الفبای فارسی رو ما بخوایم بنویسیم، الف ب پ ت س، همینجوری ادامه داره میره تا ی. خب همین یه جواب دیگه، یه جور تونستیم بهش جواب بدیم، پس این مجموعه مشخص میکنه، اینم گزینمون نمیشه. سه شمارنده 24. خب شمارنده های 24 رو ما اگه بنویسیم، خب میشه 1 24 تا، 2 12 تا، 3 8 تا، 4 6 تا، درسته؟ خیلی هم دیگه. خب ولی گفته سه تا شمارنده، یکی میاد میگه آقا 1 24 مثلا 2، یکی دیگه میاد میگه 3 8 6. خب یه جور نمیشه بهش جواب داد، چون یه جور نمیشه بهش جواب داد پس مجموعه رو مشخص نمیکنه و این گزینه درسته. گزینه آخر هم حالا با هم بررسی میکنیم، میگه اعداد اول کوچکتر از 20. خب کوچکتر از 20، هر چی عدد اول هست اینجا ما ردیف بکنیم، اولا دقت بکنید اعداد اول تو منفی ها نیستن ها، ما یک به بعد رو اعداد اول رو بررسی میکنیم، اگه بخوایم ردیف بکنیم میشه اینا 2 3 5 7 تا 19، درست؟ فقط همین یه جواب رو براش تونستیم بدیم، پس این هم مجموعه رو مشخص میکنه. خب سوال بعدی میگه تعداد عضوهای مجموعه های زیر را بنویسید. قسمت الف که استان لرستان این سوال رو داده بود، مجموعه 1 2 2 1 داره چند تا عضوه؟ گفتیم عضو تکراری نباید داشته باشیم تو مجموعه، یکی از این دوها باید حذف بشه، پس چند تا عضو داره؟ 3 تا، به همین سادگی. یکم البته اینجا تکراریه ها، یکم تکرار شده، پس اینجا فقط دو تا عضو داریم، من اون یک رو توجه نکردم، پس میشه 2 عضو. قسمت ب، مجموعه آ مساوی 0 توهی که به این صورت نمایش داده، دوباره توهی و 0 داره چند تا عضو؟ خب من میام میگم آقا این 0 و 0 تکرار شده، یکی از اینا باید حذف بشه، آیا چیز دیگه هم باید حذف بشه؟ بله، این توهیه، اینم توهیه دیگه، شکلشون فرق میکنه ولی ذاتشون توهیه، پس یکی از اینا باید
حذف بشه. حالا این مجموعه چند تا عضو داره؟ دو تا، صفر و توی. دقت کنید، پس چهار تا نیست برخلاف ظاهرش، دو تاست. قسمت پ که شهرستان‌های تهران این سوال رو داده بود، میگه اگر این مجموعه، یعنی در واقع ب این مجموعه باشه، در این صورت ان ب چیه؟ خب ان ب که ما در درس‌های بعدی بهش می‌پردازیم خیلی راحته، یعنی تعداد عضوای مجموعه ب، یعنی به زبان فارسی داره میگه که ب چند تا عضو داره، این نمادشه دیگه. خب اول از همه باید دقت بکنم عضو تکراری نداشته باشم. چی تکرار شده اینجا؟ نگاه کن، سه تکرار شده، یکی از سه ها باید حذف بشه. پنج هم تکرار شده، یکی از پنج هم باید حذف بشه. خب حالا چند تا عضو دارم؟ چهار تا. پس ان ب یعنی تعداد اعضای مجموعه ب میشه چهار. سوال بعدی استان اصفهان داده بود این سوال رو، اینو خوب دقت بکنید. ببین ظاهرش سه تا عضو داره، ولی همیشه ما باید هر کدوم از اینا رو حل بکنیم بعد بگیم چند تا عضو داره. رادیکال 81 یعنی چی؟ یعنی چه عدد مثبتی به توان 2 میشه 81؟ 9 دیگه، 9 تا 81. پس رادیکال 81 رو می نویسم 9 به جاش، یعنی حلش کردم. 3 به توان 2 میشه چی؟ خب 3 ضرب در 3 میشه 9، پس 3 به توان 2 رو می نویسم 9. منفی 3 به توان 2 میشه چی؟ اینم باز میشه 9، چون 3 به توان 2 9 میشه، منفی به توان زوج هم که گفتیم میشه مثبت، میشه مثبت 9 یا همون 9. پس ما این مجموعه رو داریم، اینجا 9 تکرار شده. تکراری ها رو اگر حذف بکنیم ما فقط یه دونه عضو داریم، عضو دیگه ای نداریم. پس این هم به این صورت که در استان اصفهان اومده بود این سوال. خب به پایان فصل اول از کتاب ریاضی نهم میرسیم. امیدوارم که این درس رو خوب یاد گرفته باشید و با حل تمرینات بیشتر تسلطتون رو در این درس افزایش بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.